سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. مهاجم انتراخت یکی از چهار بازیکن است که در این فصل از آمار ده گل و ده پاس گل در لیگ های معتبر فراتر رفته است. آبی های لندن که در بازار نقل انتقالات زمستانی خرید های زیاد انجام داد، دیشب مقابل فولام موفق به گلزنی نشدند و در نهایت به تقسیم امتیازات رضایت دادند. فوق ستاره پرتغالی النصر از گلزنی برای این تیم در یک مسابقه بسیار حساس ابراز خوشحالی کرد. بحث قدیمی درباره بازیکنان درخشان که با سه شرکت آدیداس، پوما یا نایکی قرارداد دارند دوباره بالا گرفته است. راندال کولوموانی در جام جهانی 2022 قطر در سراسر جهان شناخته شد. او گل دوم فرانسه در نیمه نهایی مقابل مراکش را به ثمر رساند، اما فینالی که معرف بزرگ او بود برایش چندان خوب تمام نشد. ورود او در هنگامی که بازی با نتیجه 2-0 به سود آرژانتین در جیران بود، چهره فرانسه را تغییر داد. مهاجم انتراخت فرانکفورت ضربه پنالتی را که امباپه به آن گل زد را گرفت تا در دقیقه 60 بازی 2-1 شود. با این حال او همیشه به خاطر تک به تک که امیلیانو مارتینز در دقیقه 123 وقت اضافه در نتیجه 3-3 از او گرفت در یادها باقی خواهد بود. نمایشی که نباید فصل کولوموانی را تحت الشعاع قرار دهد. بازیکن پست نوع عقاب‌ها که تابستان گذشته به صورت رایگان از نانت به آلمان آمد، یکی از خریدهای سال اروپا است. گل عالی او مقابل بایر مونیخ در آلیانس به اجازه داد تا دبل دبل خاص خود را به ثبت برساند. کولوموانی در 26 بازی که در این فصل با اینتراخت فرانکفورت انجام داده، 10 گل و 13 پاس گل ثبت کرده است. در واقع بازیکن سابق نانت اولین بازیکن بود که در 15 بازی اول خود در بوندسلیگا 10 گل به ثمر رسانده است. این آمار زمان پر اهمیت تر می شود که بدانید تنها 3 بازیکن دیگر در 5 لیگ بزرگ 110 گل و 10 پاس گل را شکستند. نیمار 14 گل و 15 پاس گل، لیو میسی 14 گل و 14 پاس گل و سرژ گنابری 10 گل و 10 پاس گل. این میلی پوش فرانسوی همچنین برای اولین حضور انتراخت در مرحله هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا نقش مهمی ایفا کرد. موانی در حالی که به عنوان یک قاتل به قله عقاب‌ها وارد شد و بهترین پاسور در بوندسلیگا تبدیل شده است. او میگوید کمک به همتیمی هایم برای گلزنی باعث خوشحالی من می شود، اما گلزنی بیشتر از این که به آنها پاس گل بدهم سرگرم کننده است. لوتار ماتیوس در اسکای میگوید کولوموانی دارایی بزرگ برای بوندسلیگا است. خوشحالم که اینجا است. فکر نمیکنم ما هنوز پتانسیل کامل او را دیده باشیم. مربی او اولیویر گلاسنر نیز اظهارات بیشتر دارد. او میتواند تمام کننده بهتر باشد. او موقعیت های خوبی دارد، اما به جای گلزنی به محکم شوت زدن روی میآورد. اما روی آن کار میکنیم. با این هم اکنون جذب او را در دستور کار خود قرار دادم. علاوه بر این از خود کولوموانی نیز مستقیما در این خصوص سوال شده است. بایر مونیخ باشگاه بزرگ است، همه آرزوی بازی در چنین تیم هایی را دارند، اما من روی انتراخت تمرکز کردم. چلسی شب گذشته در چارچوب رقابت های هفته 22 لیگ برتر انگلیس به مساف فولام رفت و با تساوی 0-0 برابر این تیم متوقف شد. خریدهای پرهزینه چلسی در پنجره نقل انتقالات زمستانی هم نتوانست کمک به این تیم برای بهبود شرایط انجام دهد و آنها در این بازی هم نتوانستند نتیجه مد نظرشان را در لیگ برتر به دست آورند. پاتر پس از پایان بازی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ما نتوانستیم از نظر هجومی کارهای مد نظر خود را انجام بدهیم، نتوانستیم خلق موقعیت داشته باشیم. تیمی که برابرمان دیدید به خوبی دفاع میکرد، به خوبی سازماندهی شده بود و ما باید همچنان سعی کنیم که با بازیکنان جدیدی که به تیم اضافه شدند بیشتر هماهنگ شویم. سرمربی چلسی با اشاره به تغییرات ایجاد شده در تیمش گفت: من اطمینان دارم با پتانسیلی که حالا در این تیم در اختیار داریم میتوانیم بسیار بهتر باشیم. من به توانایی این تیم اطمینان دارم. فکر میکنم نیاز داریم که کمی به این تیم فرصت بدهیم. این کار چالش برانگیز است، اما مطمئنم که آنها توانایی مهارت انجام آن را دارند. او درباره حضور انزو فرناندز در ترکیب این تیم اضافه کرد: من فکر میکنم او واقعا شرایط را خوب مدیریت کرد. بازی سخت بود، اما توانستید کیفیت او را ببینید و بدانید که چه ویژگی هایی با تیم اضافه خواهد کرد. کار برای او آسان نیست چون مدت زیاد نیست که با تیم تمرین کرده، اما میشد دید که چه بازیکن خوب است و چقدر میتواند روی تیم تاثیرگذار باشد. دیدارهای پیش رو با او هیجان انگیزتر خواهد بود. تمام نگاه ها پیش از شروع این بازی متوجه حضور انزو در ترکیب اصلی این تیم بود. این خرید 120 میلیون یورویی پنجره نقل و انتقالات زمستانی در فاصله چند روز پس از امضای قرارداد با این باشگاه در ترکیب ثابت قرار گرفته بود. او نه تنها در همین فاصله کوتاه توانست روحش را به ترکیب اصلی باز کند، بلکه تا دقیقه آخر در زمین ماند تا نشان دهد که هزینه گزاف صورت گرفته از سوی مالکان جدید این باشگاه بهوده نبوده است. بسیاری حتی معتقد هستند که او شب گذشته یکی از محدود بازیکنان درخشان ترکیب این تیم بود، توانست دفاع حریف را به هم بزند و خلاقیتش را بر رخ بازیکنان سازماندهی شده آنها بکشد. این در واقع خط و نشان برای بازیکنان مدافعان حریف پیش روی چلسی هم بود. انزو حتی تلاش برای گلزنی هم داشت و در حالی که تماشاگران حاضر در استنفورد بریج روی شوت او نیمخیز شده بودند، اما توپ از کنار دروازه بیرون رفت. با این حال هواداران این تیم حالا شاید بیشتر از قبل به آینده امیدوار هستند. این بازیکن آرژانتینی شب گذشته و در حالی که مدت زمان زیاد از حضورش در تمرین نمیگذرد و هنوز با دیگر همتیمیهایش هماهنگ نیست، توانست یکی از بازیکنان برتر زمین باشد. شاید آنها بالاخره پس از مدتها بازیکن را در اختیار دارند که میتواند در زمین سرنوشت ساز باشد و این تیم را بار دیگر به روزهای اوج برگرداند. در دیدار از هفته 15 لیگ حرفه‌ای عربستان، النصر در استادیوم الامیر عبدالله بن مهمان الفتح بود.
این تیم با گل دقایق واپسین کریستیانو رونالدو با تساوی 2-2 مقابل میزبان خود دست یافت تا با لطف تفاضل گل بهتر صدرنشینیش را در جدول رده‌بندی را تداوم ببخشد. رونالدو در حالی که برای سومین بار برای النصر به میدان میرفت خیلی زود در دقیقه 24 دروازه حریف را باز کرد، اما این گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد. او یک بار هم در ادامه کار تیر دروازه حریف را به لرزه درآورد و در نهایت در دقیقه 92 توانست اولین گل خود در فوتبال عربستان را به ثمر برساند. کریس این گل را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند تا تیمش را شکست نجات داده و استرس زدن اولین گل را هم پشت سر بگذارد. او ساعت بعد از پایان بازی در توییتر خود تصاویر از بازی با الفتح را منتشر کرد و نوشت: خوشحالم که اولین گلم را در لیگ عربستان به ثمر رساندم. این یک تلاش بزرگ از سوی کل تیم در دیدار دشوار بود که به مساوی مهم انجامید. درگیری وینیسیوس جونیور ستاره ریال مادید با شرکت نایکی باعث شد که بحث همیشگی درباره این که کدام شرکت بهترین 11 نفر دنیای فوتبال را در اختیار دارد مطرح شود. تأثیر قابل توجهی فوتبال روی دنیا و عواقب اقتصادی غیر قابل انکار و گسترده آن باعث شده که مذاکرات بازیکنان با شرکت‌های بزرگ و حامیان مالی آنها تقریبا اهمیت به اندازه مذاکرات آنها با باشگاه‌هایشان باشد. سه شرکت آدیداس، نایکی و پوما در طول چند سال گذشته به قدرت بالمنازل در این عرصه تبدیل شدند و سرمایه گذاری قابل توجه آنها روی جذب بازیکنان از سنین بسیار کم تبدیل شدن به ستاره های بزرگ تا حد زیاد برای آنها جواب داده است. نقل و انتقال بازیکنان بین این شرکت ها در طول چند سال گذشته با ارقام قابل توجه انجام شده و حتی بسیاری معتقد هستند که پرداخت هزینه های فضایی به بازیکنان مختلف باعث شده که ادامه کار در این بازار دشوار شود. با این حال یکی از اتفاقات باور نکردنی در این عرصه این است که لینگ هالند به عنوان یکی از بزرگترین ستاره های حال حاضر دنیای فوتبال هنوز با هیچ شرکت قرارداد ندارد. قرارداد او با شرکت نایکی چند ماه قبل به پایان رسید، اما این بازیکن حاضر به تمدیدش نشد. این در حال است که نایکی پیشنهاد قابل توجهی را برای او در نظر گرفته بود، اما حالا بسیاری پیش بینی میکنند که او بتواند قرارداد با رقم باور نکردنی با یکی از سه شرکت آدیداس، نایکی یا پوما از آنها پیشنهاد دارد امضا کند. چند شرکت دیگر هم در طول چند سال اخیر سعی کردند با این سه برند شناخته شده رقابت کنند. شرکت مانند نیو بلانس حالا با بازیکنان بزرگ مانند سادیو مانه، رحیم استرلینگ و بوکایو ساکا قرارداد امضا کرده است. اما بحث درباره انتخاب بهترین ترکیب هر یک از سه شرکت معروف دنیای ورزش همچنان ادامه دارد و روزنامه اسپانیایی مارکا ترکیب منتخب فعلی این سه تیم را منتشر کرده تا بتوان به راحتی بهترین ترکیب را انتخاب کرد. آدیداس مارک آندر ترشتگن بارسا، ایدر میلیتویو ریال مادید، ماتیاس دلیخت بایر مونیخ، اشرف حکیمی پاریس سن ژرمن، ژائو فلیکس چلسی، تونی کروس ریال مادید، پدری بارسلونا، جود بلینگهام دورتموند، محمد صلاح لیورپول، کریم بنزما ریال مادید، میسی پاریس سن ژرمن. نایکی تیبو کورتوا ریال مادید، آلفونسو دیویس بایر مونیخ، ورجیل فان دایک لیورپول، جول کنده بارسلونا، کوین دبرونه منچستر سیتی، لوکا مودریچ ریال مادید، مارکو وراتی پاریس سن ژرمن، فدریکو والورده ریال مادید، کیلیان امباپه پاریس سن ژرمن، روبرت لواندوفسکی بارسلونا، جمال موسیالا بایر مونیخ. پوما یان اوبلاگ اتلتیکو مادید، الکساندرو زنچنکو آرسنال، تییاگو سیلوا چلسی، رافائل واران منچستر یونایتد، جورجینیو آرسنال، اکسل ویتسل اتلتیکو مادید، کینگزلی کومان بایر مونیخ، نیمار پاریس سن ژرمن، آنتوان گریزمان اتلتیکو مادید و آنتونی منچستر یونایتد. آدیداس میسی و بنزما را دارد، صلاح و کروس و بلینگام را، اشرف حکیمی همینجا است. تیم نایکی شکست ناپذیر به نظر می رسد. آنها امباپه و لوا را در خط حمله و مودریچ را در خط هافبک و فان دایک را در خط دفاع دارند. تیم منتخب پوما با حضور نیمار، اوبلاک، گریزمن و کومان نفرات ضعیفتر نسبت به بقیه دارد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.